عزت هشم نصب نصبیخ تراسیبانان موشه ماراشا قهلت یعقوب. بحث امروز در مورد براخای گومله. برین ادشتایی میکنیم کلاس ها، یه مقدارش هلاخا بگیم، یه مقدارش هم پاراشا هفته. خب براخای گومل، براخای گومل چهار دسته افراد هستن که باید براخای گومل بگن. خب گوش بدید آقا، براخا گومل چهار دسته افراد هستن که این براخا رو موظف هم بگن، که این چهار دسته افراد ها ما از قربان تودا یاد میگیریم که زمانی که به تنین داشت آباد بوده باید قربانی تقدیم میکردن. خب این چهار دسته افراد کیا هستن؟ یکی کسی که تو زندان بوده که حالا تمام قانوناشو میخونیم به چه شکله، یکی کسی که مسافرت دریایی میکنه که 72 دقیقه طول میکشه، یا مسافرت زمینی که اونم 72 دقیقه طول میکشه، یا کسی که دور از جون بیمار بوده و تو بستر بیماری افتاده بوده. این افراد موظفن که براخای گوملا بگن. خب یه پاسخ هست تو تهدیم، میگه و خول حخییم یدوخا سلا خییم، همه مخفف اینا هست، ختش میشه خله یعنی بیمار، ختش میشه خله، یودش میشه یسورین یعنی دور از جون کسی که بیماره، دوباره یه یوده دیگه میشه یام یعنی مسافرت دریایی، و میمش میشه میدوار یعنی مسافرت زمینی. درست؟ پس بنابراین این چهار دست افراد موظف هن که براخا گوملا بیان و بخونن. درست شد؟ خب حالا آیا کسایی که زیر 13 سالن برای آقایون، یا دخترایی که زیر 12 سالن، آیا براخا گوملا بگن یا نه؟ روی این مخلوقته، این مخلوقت بین پسقیم که آیا بچه ها میتونن براخا گوملا بگن یا نه. یه سری افراد عقیده دارن میگن به خاطر این که بچه ها خیاب به میسوت نیستن دیگه، بچه ها از تورا هیچ کدوم موظف به میسوه ها نیستن، میدربانان موظف به میسوان، درسته؟ بنابراین ما میایم تو براخای گومل چی میگیم؟ میگیم ها گومل لخیابیم توت شگمالنی کل تو، درسته؟ میگیم لخیابیم. بنابراین چون میگیم نخیابیم یعنی اونایی که واجبن، بچه ها هم واجب نیستن، بنابراین یه سری افراد میگن که براخای گوملا بچه ها نباید بگن. بچه ها که میگیم منظور پسر ها زیر 13 سال، دختر ها زیر 12 سال. اما یه نظر عقیده داره میگه آقا از جنبه خینوخ، از جنبه تربیت، همونطور که همه میسوه ها را بچه ها موظفن که اجرا بکنن از جنبه تربیت، پس براخای گوملا میتونن بگن. لهلاخا چه کار میکنیم؟ لهلاخا ما پیشنهاد میدیم که بچه ها براخا گومل نگن، ولی اگه جایی رسم بوده یا اگه یه بچه دوست داره بگه و رسمشون بوده که میگن، میتونه براخا گوملا بگه، اشکالی نداره. پس لهلاخا میگیم نگن بچه های زیر 13 سال یا زیر 12 سال، ولی اگه گفتن هم اشکالی نداره، اگه رسمشون بوده که میگفتن، همونطور که آرابه نیشخه میارن تو کتابشون، چیزی دارن که برش تکیه بکنن. درسته؟ خب ولی وقتی 13 سالشون شد، نه وقتی 12 سال شد در دختر خانوما، فوراً دیگه موظف میشن که براخا گوملا بگن، با وجود اینکه زیر 20 ساله. آخه یه قانونی وجود داره تو دنیا که قضاوت‌های آسمونی بالا 20 سال برای آدم اتفاق میفته، یعنی دور از جون، خدا بخواد دور از جون نصیب نباشه از کسی مثلا یکی جریمه بکنه، جریمه آسمونی بشه، باید بالا 20 سال باشه. زیر 20 سال جریمه آسمونی نداریم. خب با وجود این که زیر 20 سال جریمه آسمونی وجود نداره، ولی که براخا گوملا وقتی پسری 13 سالش شد یا دختری 12 سالش شد میتونه بگه. پس وقتی موظف به میسوت شدیم یعنی 13 سال یا 12 سال، موظفیم که براخا گوملا بگیم. خب آیا فرزند بر پدر یا پدر بر فرزند؟ اینجوری اول بگیم آیا پدر میتونه برای فرزندش براخا گومل بگه؟ مثلا فرض کنید دور از جون فرزندش مریض بوده، بابای براخا گومل بگه، یا مسافرت بوده. دقیقا نه، طبق رسم ما سفارادی ها نمیتونه پدر برای فرزندش بگه، درسته؟ اشکنازی ها بعضی هاشون رسم دارن که میگن بعد، ولی ما سفارادی ها پدر برای فرزندش یا شوهر برای همسرش نمیتونه بگه، مگر اینکه خودش هم موظف به براخا گومل باشه. درست؟ خب حالا یه سوال، فرض کنید یه بچه‌ای بیمار بود، خب زیر 13 سال بود، وقتی خوب شد بالا 13 سال بود، درست؟ یعنی اینجوری بگیم
بگیم آقا یه بچه دور از جون مریضه، خب خوب شد 13 سالش شد، آیا برخواه گومل میگه یا نه؟ یعنی خوب شد و 13 سالش شد، اینجوری بگیم. خب بیمارستان تو روز تولدش خوب شده، نه یعنی قبل 13 سالش، حالا فرداش 13 سالشه، برخواه گومل نمیگه. چرا؟ به خاطر اینکه چه موقع موظف شده؟ بله، چون وقتی زیر 13 سالش بوده شفا پیدا کرده، برابر این براخو گوملا نمیگه، درسته؟ ولی اگه خب فرض کنید مریض بود وقتی 13 سال شد اون موقع شفا پیدا کرد، خب واضحه که میتونه اون موقع براخو گوملا بگه، درست؟ خب حالا یه سوال، آیا خانم ها موظف هم براخو گوملا بگن؟ طبق رسم ما سفارادی ها بله. یه سری اشکنازی هستن که فقط یولدت این براخو رو میگه، یعنی زنی که بچه به دنیا آورده. یه سری این رسم ها دارن، خب ولی رسم ما سفارادی ها، رسم ما سفارادی ها اینه که زنای سفارادی هم برخوا گوملا میگن تو همه شرایط، چه زمانی که مسافرت کردن، چه زمانی که دور از جون بیمار بودند و شفا پیدا کردن، در همه حالات میان و برخوا گوملا میگن. خب برخوا گومل بهترین حالت اینه که تو سه روز اول بگیم، برخوا گومل بهترین حالت اینه که تو سه روز اول گفته بشه، یعنی وقتی شفا پیدا کرد یا مسافرت بود چهار وقت اون موقع بگه برخوا گومل. ولی اگه نگفت تا کی وقت داره؟ نهایتا تا 30 روز بعد بگه. بازم اگه نگفت تا یک سال، بازم اگه نگفت حتی بعد یک سال هم طبق نظر خیلی از پستیم چهار وقت میتونه برخوا گومل بگه، درست شد؟ پس ترجیحاً برخوا گومل تا 3 روز. بفهمید؟ شارو بفهمید. هر جور دوست دارید بفهمید. خب میخواد من یه خلاصه بگم برای عزیزانی که جدید اومدن. خب ببینید، ما گفتیم 4 دسته افراد هستن که براخواه گومل موظفن بگن. براخواه گومل در عوض قربان تودا، یه نوع قربانی بوده که وقتی به تعمیرداش آباد بوده این قربانی ها تقدیم میکردن، بهش میگفتن قربان تودا. این 4 دسته افراد کیان؟ کسی که بیمار بوده و تو بستر بیماری افتاده بوده، که حالا توضیح میدیم چیه. کسی که زندان بوده دور از جون، کسی که مسافرت دریایی میکنه، یا کسی که مسافرت زمینی میکنه. اینا موظفن که برخوا گوملا بگن، درست؟ میگیم مسافرت هوایی، مخلوقات بین اشکنازی و سفارادی هست. اینا به امید خدا حالا توضیح میدیم. خب چرا فقط این 4 دسته افراد موظفن برخوا گومل بگن؟ چرا مثلا افراد دیگه را تقانه ندادن براخواه گومل بگن؟ کسی میتونه بگه؟ چرا فقط این 4 دست افراد براخواه گومل بگن؟ چرا افراد دیگه براخواه گومل نگن؟ چرا؟ بفهمه شارمان خیلی بفهمه. بله خب تشکره. خب چرا فقط برای این 4 مورد ها؟ بفهمه شارمان خیلی بفهمه کی میتونه بگه فقط چرا فقط این 4 مورد؟ ببینید این 4 مورد به خاطر اینه که آدم خیلی موقع فکر میکنه که این اتفاقات به خاطر خودش بوده که خطر از بیخ گوشش رد شده. مثلا فرض کنید کسی که میره تو زندان و بیرون میاد بعد براخواه گومل بگه، درسته؟ ممکنه طرف بیاد بگه آقا من که افتادم زندان بهترین وکیلا گرفتم که اومدم بیرون، اگه این وکیل رو نمیگرفتم یا فلان کارو نمیکردم نمیومدم بیرون. یعنی میاد وابسته میکنه به تلاش خودش، نمیاد وابسته کنه به اینکه خدا کاری کرده که این از زندان نجات پیدا بکنه. متوجه شدید؟ بنابراین کسی که از زندان بیرون میاد براخواه گومل میگیم، متوجه شدید؟ یا کسی که بیمار میشه و شفا پیدا میکنه، میدونید که شفا رو کی میده؟ خدا. دکترا واسطن، درسته؟ ممکنه طرف بیاد بگه آقا من رفتم بهترین دکترا گرفتم به خاطر همین شفا پیدا کردم. چون این صحبت را نگه و بدونه که خدا بوده که اونا شفا داده، بنابراین براخواه گوملا رو بیمار توانا دادن. یا کسی که مسافرت میره، خب مسافرت میره فرض کنیم میگه آقا من چون ماشینم خوب بود، BMW بود و خیلی خوب بود ماشینم، اتفاقی برام نیفتاد، درسته؟ ولی باید بدونه که خدا کاری کرده که اتفاقی براش نیفته. پس این 4 مورد چون امکان داشت که آدم بیاد به خودش بگه که آقا من بودم که این کارو کردم که نجات پیدا کردم، برابری خخامیم رو این 4 تا براخای گوملا تقانا دادن. تا اینجا واضحه؟ خب براخا گوملا گفتیم، پس خانوما هم موظفن براخا گوملا
بگن برای طبق رسم ما سفارادی ها. ولی بعضی اشکنازی ها رسمشونه که خانم ها برای خواه گومل نمیگن، یا حتی بعضی سفارادی ها رسمشونه که فقط یولدت، زنی که بچه به دنیا میاره، برای خواه گومل میگه. ولی لحلاخا نه، تمام این موارد خانم ها و آقایون در مورد برای خواه گومل با هم دیگه برابرن و موظفن که برای خواه گومل ها بگن. گفتیم بچه های زیر 13 سال یا دختر خانم ها زیر 12 سال برای خواه گومل ها رسم ماست که نمیگن، ولی اگه کسی هم بگه رسمش بوده که میگفته یه شنو علمه شیست مخ چیزی داره که برون تکیه بکنه و مورد قبول هست. بعد یه مورد دیگه ای که گفتیم طبق رسم ما سفارادی ها هر کسی برای خودش برای خواه گومل میگه. مثلا یه خانمی برای خودش میگه، فرزند برای خودش میگه، یا آقا برای خودش میگه. نمیتونه مثلا پدر برای فرزندش بگه یا شوهر برای همسرش بگه، هر کسی باید خودش بگه، مگر اینکه خود اونم موظف باشه. مثلا فرض کنید شوهر مسافرت بوده، همسرش هم مسافرت بوده، در این حالت شوهره که براخا میگه همسرش هم تو کنیسا حضور داره، میتونه کوانا ببنده که شوهره که براخا میگه خانومش هم از انجام وظیفه خارج بکنه. بعضی ها اشتباه هم فکر میکنن اگه خانومش تو کنیسا هم نباشه از انجام وظیفه خارج میشه، اینجوری نیست. بعد به هر کسی ما کوانا میبندیم که ما را از انجام وظیفه براخا گومل خارج بکنه، خودش هم باید تو کنیسا حضور داشته باشه. متوجه شدید؟ بنابراین پس اگه یکی میخواد نیت بمنده به یکی دیگه که براخا گومل بگه، موظفه که حتما حضور داشته باشه و از اول براخا تا آخر براخا را گوش بده و جواب آمن هم حتما بده. خب براخا گومل که گفته میشه حتما باید جلو 10 نفر باشیم، 10 نفر مرد. یه نظر هست که میگه 9 نفر خانوم باشن، 1 نفر مرد هم میشه براخا گومل را بگیم. این نظر حلاخا نیست، این نظریه رد شده و حلاخا اینه که حتما باید جلوی 10 نفر آقا خانوما بیان و براخا گومل ها بگن. درست؟ بله بفهم. اگه مثلا یکی براخا گومل بود مثلا که بالا بود، بله بعد 10 نفر نشنیدن، درست نیست، حتما باید 10 نفر بشه، باید با صدای بلند بگه. حالا جلوتر تاکید میکنیم وقتی براخا گومل ها میگه باید حتما با صدا بلند بگه که نه به دیعوت میگیم دیگه برنگرده به دیعوت نمره 10. ولی لخط خیلا حتما باید حتما 10 نفر مرده بشنون. با وجود این که میدونید، با وجود این که ما تو کنیسا معمولا خانوما نمیان چیزی بخونن، خب ولی برای براخا گومل استثناءن مجازه، براخا گومل ها خانوما میتونن بلند بخونن و موردی نداره. حتی تو قسمت عزارت ناشیم اگه یه خانومی مثلا اون بالا بود میتونه براخا گومل ها بخونه، بله یه خانومی اون بالا بود میتونه براخا گومل ها بخونه، ولی به شرط اینکه 10 نفر مرد پایین حتما جواب براخا گومل اون خانوما بدن. سوال؟ بفهم. سوالی نیست؟ واضح؟ خب بریم ادامه. قرار شد بفهمید. چهار مرتبه بفهمید. قرار شد بنین در کلاس دو قسمتش بکنیم. قسمت اول حلاخا باشه، قسمت دومم پاراشا هفته. میخواد پاراشا هفته باشه یا از اول برشید شفاهی توضیح بدیم و بریم جلو؟ پاراشا هفته. پاراشا هفته. اوکی، به امید خدا. بذات هستم. خب به امید خدا. اگه پیشنهاد چیزی هم دارید که میخواد موضوع یا بخونیم. نه. از اول برشید راست میگن، بهتر به نظر منم. خب ما از اول مثلا پاراشا هفته امتحان دارم. خب این پنج شنبه مثلا اگه بخوام بگی فایده هم. بله ولی به نظر من شوال مرخه بفهم، ولی به نظر من اگه چیز باشه بهتره از اول تورا. از اول تورا موافقید؟ به امید خدا. پس به عزت هشم کلاس رو دو قسمتش میکنیم. خب اول حلاخا، قسمت اول، قسمت دومم پاراشا تورا. به عزت هشم بلینده ماهی یک بارم. حالا بازم اگه پیشنهادی چیزی دارید بفهمید. ماهی یک بارم آره، یا رستوران یا مثلا بولینگ یا یه تفریحی میذاریم به ذات هشم به امید خدا. شهر بازی، شهر بازی آخه دیگه زمستون، حالا تابستون به امید خدا. یا شهر بازی رویا هم خوبه فکر کنم اونجا. چی؟ خیلی با... حالا اوکی، حالا پیشنهادی داشتید بگید که انجام بده. چرا؟ بلینه در تو عید یه برنامه هست به امید خود، ولی نمیدونم چه سنیه، ولی سعی میکنیم اونایی که میان کلاس ها با رضایت والدینشون اوکی کنیم. بلینه در میگم، ولی حالا بازم ببینیم اگه این سنی نذارن. خب بریم ادامه.
پس گفتیم خانوما هم موظفن برخوا گوملا بگن، از تو قسمت عزارت ناشیم هم میتونن بگن. خب یه نکته بگم خدمتتون، ببینید تو تورا یا یهودیت خیلی به اهمیت خیلی به خانوما اهمیت داده، تا حدی که تورا اول تو تورا وقتی که داره میگه که خدا تورا را به اسرائیل داد، اول میگه بت یعقوب، خدا اول تورا را به بت یعقوب داد. بت یعنی چی؟ بت خانه یعنی خانه. حالا اینجا خانه منظور چیه؟ یعنی زنان اسرائیل. تورا اول به زنای اسرائیل داده شد و یعنی تورا مال خانوماست تا این حد، یعنی تمام زخوتی هم که یه مرد داره همش به زخوت خانوماست که زحمت میکشن براش، درست؟ حالا همه این خب همون اینا، ببینید خانوما از اونجایی که وظیفه‌شون بیشتر رو خینوخه، رو تربیت فرزندانه، خدا اونا را پاتور کرده، معاف کرده از خیلی از میسواها که بیشتر مشغول باشن به خینوخ هبانیم، تربیت فرزندان. چون وقتی یه بچه درست تربیت بشه، انگار که تمام وقتی که بچه میسواتا نگه میداره، انگار که تمام میسواها را اون خانوم هم نگه میداره. ما یه قانونی داریم، ها اسق به میسوا پاتور مین هم میسوا، کسی که مشغول به یه میسوایی از یه میسوای دیگه معافه. خانوم هم اینجوریه، خانوم وقتی مشغول به مثلا فرض کنید نگهداری سنیوت یا تربیت فرزندانه، اینا از میسواهای دیگه معافن، یعنی از خانوما از تفیلین معافن، از سیسیت معافن، از سوکا معافن، از همه اینا معافن، درست؟ یه لحظه من اینا کاملش بکنم. ببینید با تموم وجود، با وجود تموم اینها، ما یه قانونی داریم که زمان تفیلا زن و مرد حتما باید از هم جدا باشن، زمان تفیلا حتما باید بینشون مخیسا باشه. از جنبه سنیوت، از جنبه حجب و حیا، زمان تفیلا که شخینا اونجا آشکاره حتما باید جدا باشه، تا حدی که مثلا خواهر و برادر زمان تفیلا. حالا بیشتر جماعتی داریم میگیم، تو خونه نه، تو خونه اوکیه، بیشتر جماعتی ها داریم میگیم، متوجه؟ مثلا فرض کنید تو کنیسا نمیتونه یکی بیاد بشه داداشش بشینه یه خواهر، درست؟ یه لحظه، مگر اینکه مخیسا باشه، مگر این که یه جای دیوار بشه. ببینید این سختگیری نیستا، شما میدونید من همیشه هر علاقه‌ای که میگم هیچ موقع سختگیری نمیکنم تو علاقه، هر چیزی که تو علاقه هست همونا میگه. این خواست زمان تفیلا زن و مرد حتما باید از هم جدا باشن، بعد حتما یه چیزی بینشون باشه، یه چیزی که حداقل 80 سانتی متر ارتفاع داشته باشه، درست؟ خب حالا یه سوال، اگه یه خانومی تو قسمت عزارت ناشیم بود که یه دیوار بین عزارت ناشیم و خانم آقایون بود، آیا در این حالت میتونه برخواه گوملا بگه از پشت اون دیوار؟ نه. در این حالت اگه آقایون ها نمیبینه، باید حتما بیاد تو قسمت ابتدای اونجایی که آقایون هستن و برخواه گوملا بگه، پس تو عزارت ناشیم میشه. خب ولی تو فرض کنید کنیسا پایین درسته این پیر زنها و اینا میان اون ته میشینن، این اشتباس، خانوما نباید بیان، نیان کنیسا بهتره، تا این حد بگم خدمتتون، چون برای خانوما که واجب نیست بیان، مخصوصا برای پیر زنها، تا این حد باید موظفن از کنیسا، اگه میاندن باید حتما یه پرده یه چیزی اونجا بکشن که جدا باشن یا یه مخیسا بذارن. متاسفانه حریف نشدن تا حالا، حریف پیر زنها وگرنه میذاشتن تا حالا. چی شد؟ بفهم. وقتی تورا میگم اصلا جالب نیست، وقتی تورا میارن خب اون موقع میکشن پرده رو کنار، تورا رو میبینن دوباره میکشن، متوجه؟ دوباره باید حتما پوششه باشه. پس اگه میبینن آقایون ها میتونن برافا گوملا بگن، ولی اگه دیده نمیشن آقایون نمیتونه از اون پشت برافا گومل بگن، حتما باید بیان این طرف که برافا گوملا بگن، درسته؟ بفهمید خب بریم ادامه. بله خب کسی که گفتیم دور از جون توی زندانه، کسی که دور از جون تو زندانه، این هم موظفه که وقتی از زندان بیرون میاد باید برخوا گوملا بگه. خب چرا تو زندان برخوا گومل داره؟ گفتیم به خاطر این که آقا ممکنه طرف بیاد بگه که جان، بله مغرور نشه،
و تو زندانم دورشون خطر جونیه. یعنی خیلی مقاره مخصوصا قدیم وقتی یکی زندان میکردن معلوم نبوده که دیگه بیرون بیاد یا نه و دورشون ممکن بوده اعدامش بکنن. پس بنابراین وقتی یکی تو زندان میره و بیرون میاد بعد براخا گومل بگه، حتی اگه از جنبه مالی رفته زندان بازم موظفه که براخا گومل بگه، درسته؟ حتی اگه یکی فرض کنید با پول خودش از زندان بیرون آورد، مثلا فرض کنید پارتی داشت پول داد از زندان اومد بیرون، بازم با اضافه که براخا گوملا بگه. ولی کسی که سند گذاشته و اومده بیرون، خب آیا این باید براخا گومل بگه یا نه؟ براخا گومل نمیگه، تا اینکه نمیگه، چون دوباره باید برگرده، مگر اینکه دیگه کارش حل بشه و دیگه بیاد بیرون از کامل از زندان، اون موقع میتونه براخا گوملا بگه. چی شد؟ خب وقتی سند داده و هنوز تکلیفش معلوم نیست نمیتونه، نمیگه براخا گومل. اگه معلوم شد که دیگه سند نمیخواد، دیگه براخا گومل میگه. اگه دیگه نمیره زندان بهش گفتن دیگه تمومه، براخا گوملا میگه، درست؟ خب بریم ادامه. بله خواهینم توضیح دادیم. خب حالا بریم در مورد کسی که دور از جون بیماره. خب کسی که بیماره، گوش بدید مهلا، کسی که بیماره موظف براخا گومل بگه. نه هر بیماری که ما فرض کنیم، مثلا فرض کنیم یکی سردرد میگیره بعد براخا گومل نمیگه. بیمار دور از جون زمانی که یه نفر به خاطر بیماریش رو بستر بیماری برای حتی یک ساعت تو بستر بیماری بیفته، این باید براخا گومل بگه. مثلا فرض کنید یه نفر تقریبا همه جراحی ها براخا گومل داره، هر جراحی که یه نفر میکنه براخا گومل داره. زمانی که بیهوشی، حالا یا بیهوشی که فرض کنید کامل بیهوش شده، یا مثلا فرض کنید یه عضوش ها فقط بیهوش کردن، اینم براخا گومل داره. سروم، اگه سروم میزنه براخا گومل نداره. میدونید ببینید اگه به خاطر بیماری تو بستر بیماری افتاد براخا گومل میگیم، متوجه شدید؟ چی؟ خب ببینید اگه اینقدر حالش بده که تو بستر بیماری افتاد اومدن بهش سروم زدن، بله این براخا گومل داره. ولی اگه نه، مثلا فرض کنید حالش بده براخا بهش سروم میزنن، ظاهرا این براخا گومل نمیگه، درست؟ دور از جون فرض کنید یکی بیمار شد که حتی یه عضوش را قطع کردن، بازم باید براخا گومل بگه. خب حالا یه سوال، ببینید این که ما میگیم براخا گومل برای مسافرت هم باید بگیم، فرض کنید یه نفر چند تا مسافرت رفت، خب براخا گومل چند بار میگه؟ یه بار میگه. یا فرض کنید مثلا، حالا یه بار بیشتر آره توضیح میدیم، یا فرض کنید هم زندان دورجون بود هم مسافرت بود، چند تا براخا گومل میگه؟ یکی برای همش معاف میکنه. خب حالا بریم در مورد مسافرت. در مورد مسافرت براخا گومل چه موقع داره؟ زمانی که ما به مسافرت میریم و 72 دقیقه حداقل مسافرتمون طول کشیده، درست؟ هر کسی ها بر هر جوری که میره میسنجیم. مثلا فرض کنید شما اگه با یه پراید برید، فرض کنید 2 ساعت طول کشیده مسافرتتون، ولی مثلا با یه همون مسافرت ها با یه BMW برید 30 دقیقه طول میکشه، براخا گومل داره؟ نه، تو این حالت نداره. همون جوری که رفتیم و 72 دقیقه طول کشیده، اون موقع براخا گومل میگیم، متوجه شدید؟ پس هر مسافرتی که 72 دقیقه طول میکشه براخا گومل داره. حالا فرض کنید 72 دقیقه فقط رفت و برگشت طول میکشه، مثلا شهرزا، یه نفر مثلا میره دانشگاه تو شهرزا 45 دقیقه راست که بره، 45 دقیقه هم برمیگرده، همون روز هم برمیگرده، براخا گومل داره. پس چی شد؟ ببینید براخا گومل اگه یه ضرب میره 72 دقیقه طول میکشه، براخا گومل داره. اگه همون روز برمیگرده و سرجم رفتن و برگشت با هم 72 دقیقه میشه، بازم براخا گومل داره. ولی اگه فرض کنید امروز رفت فردا برگشت، امروز 45 دقیقه را بود، برگشتن هم فردا 45 دقیقه را بود، این براخا گومل نداره. متوجه شدید جان؟ اگه ترافیک بود مثلا زمانش فرق میکرد؟ خیلی سوال قشنگیه. اگه ترافیک بود و زمانش فرق میکرد لخورا، بله اگه 72 دقیقه شد براخا گومل میکرد.
آهان، اگه یه نفر فرض کنید راننده کامیونه یا فرض کنید میره دانشگاه و میاد، آیا هر روز باید برخا گومل بگه؟ دو نظر وجود داره. یه نظر میگه بله هر روز میتونه برخا گومل بگه، ولی یه نظر میگه بهتره بذاره شبات به شبات، هفته یه بار برخا گومل بگه. هر دو نظر درسته. بهتره ها رو ودیا میگن بهتره بذاره شبات به شبات، این بهتره یه بار تو هفته بگه برای کل هفته که برخا گومل پاتور بشه. حالا یه سوال، شما فرض کنید آقا از اصفهان میرید تهران، دو روز هم تهران میمونید، برخا گوملا اصفهان میگید که برگشتید، یا تو تهران هم میگید؟ بله. ببینید اونجایی که شما میرید و قراره که شب اونجا بمونید، برخا گوملا اونجا میگید. هر جایی که باشه، اگه مقام خفصان باشه یعنی اونجایی که میخواسته بره برخا گومل داره. بنابراین اگه یکی میره تهران اونجا میمونه دو سه روز، برخا گوملا تهران میگه، دوباره وقتی برگشت اصفهان، اصفهان هم برخا گوملا میگه. حالا یه سوال دیگه، خب میدونید یه نفر از تهران بخواد بره شیراز اول باید بیاد اصفهان، درسته؟ اگه یه نفر از تهران میخواد بره شیراز، میاد اول اصفهان، یه ساعت استراحت میکنه، دوباره میره شیراز، برخا گومل میگه نه نه دیگه، به خاطر اینکه هنوز به مکانی که میخواسته نرسیده و تازه تو اصفهان هم شب نمیمونه. پس این اصل همیشه بدونید، جایی که قرار شب اونجا اسکان داشته باشه اونجا برخا گوملا میگه. مثلا هاراودیا، میدونید هاراودیا وقتی جوان بودن خیلی میرفتن کل یروشلایم، کل سرزمین مقدس رو میرفتن تو شهرهای مختلف داراش میکردن، شیور میذاشتن، بعد تو هر جایی که میرفتن برخا گوملا میگفتن. پس ما یاد میگیریم که شهر به شهر هم که آدم میره اگه میخواد اونجا بمونه موظفه که برخا گوملا بگه. پس یه بار که ببینید، اگه یکی از تهران میخواد بره شیراز، اومد یه روز اصفهان موند، بعد میخواد بره شیراز، خب تو اصفهان هم برخا گومل میگه. اما اگه نه، فقط سر راهش مثلا فرض کنید اومده بازار اصفهان، یه ساعت دو ساعت بوده و زود برمیگرده میره شیراز، تو همون روز برمیگرده، این برخا گومل ها تو همون شیراز میگه. متوجه شدید؟ واضح؟ خب بریم ادامه. آها، ببینید ما در مورد مسافرت گفتیم بر طبق همون جوری که میریم، مثلا با ماشین اگه 72 دقیقه طول میکشه برخا گومل داره. ها اینم بگم بعد اونا توضیح میدم. مثلا فرض کنید باغ بهادران، باغ بهادران چقدر طول میکشه؟ تقریبا حدود 50 دقیقه. خب برخا گومل داره؟ باغ بهادران اگه شما میرید برخا گومل نداره. خب ولی که اگه میرید باغ، مثلا صبح میرید باغ بهادران، همون روز برمیگردید یا شبش برمیگردید، برخا گومل وقتی برمیگردید اصفهان باید بگید. درست؟ جان؟ چون تو یه روز رفتید و برگشتید، خب اون روز با شبش هم حساب میکنید. چون تو اون روز رفتید و برگشتید با هم دیگه این 72 دقیقه سرجم میشه. درست؟ خب بریم ادامه. اینم توضیح دادیم. بله. آها، هواپیما. در مورد هواپیما بین پسخیم و خلاقته که آیا اصلا هواپیما برخا گومل داره یا نداره. به خاطر اینکه تو حلاخا میگه دراخیم، راه‌ها، یا تو راهی که آدم مسافرت میکنه و برخا گومل داره، آیا برخا گومل داره یا نداره. بر طبق اشکنازی ها برخا گومل نمیگن. ما مثلا تو ترکیه که بودیم از استانبول میرفتیم تو آنکارا، دو سال پیش که برنامه ربانوت بود، بعد خیلی راوا اونجا بودن، اکثرشون هم اشکنازی بودن، اونا اصلا برخا گومل نگفتن. چرا؟ چون میگفتن اصلا هواپیما چون دراخیم نداره راه حساب نمیشه براش، برخا گومل نداره، چون زمین رو زمین نیست. اینجوری بگیم خب همین. اما دقیقاً، اما ما خب اونا میگن با این وجود چون دراخیم خونده نشده نمیگن. ربه اینجوری میگه، یعنی ریبی لوباویش اینجوری عقیده داشتن. ولی ما سفارادی ها که طبق ماران شورخانه رخ میریم، ما درسته که راه ها در نظر میگیریم، ولی خطرم در نظر میگیریم. هواپیما خطرش هم اتفاقا خیلی موقع بیشتر میتونه باشه، درسته؟ بنابراین ما سفارادی ها با هواپیمایی که مسافرت میکنه برخا گومل میگیم. حالا این بحث روش که اگه 72 دقیقه طول میکشه بعد طول بکشه یا نه. بر طبق هاراوی اسحاق یوسف میگن اگه 72 دقیقه هواپیماتون طول کشید برخا گومل را بگید، ولی خیلی اخرانی میگن حتی زیر 72 دقیقه چون خطرناکه. درست؟ بله. مثلا از اصفهان برید تهران حدود 50 دقیقه با هواپیما طول میکشه، 45 دقیقه طول میکشه.
طبق نظر خیلی‌ها برخا گومل داره به خاطر اینکه خطرناکه، بعضیا میگن ولی بعد 72 دقیقه بشه. هر جور رفتار بکنید یش لو الما چیز مخ میتونید بگید، اگه هر طرف 72 دقیقه نبود میتونید هم نگید بگید، اگه 72 دقیقه باشه بگید. بفهم آها. سوال خیلی قشنگه. بگیم اگه یه جاده‌ایه که خطرناکه، خب مثلا فرض کنید تو خارج پیش میاد بعضی جاده هست که تو سرزمین مقدس خطرناکه، میان مثلا دور از جون شلیک میکنن اونجا یا دور از جون بمب‌گذاری شده، اونجا اگه 72 دقیقه هم طول نمیکشه، اگه 72 دقیقه هم طول نمیکشه، بازم برافا گوملا میگه. خیلی سوالشون قشنگ بود، متوجه شدید؟ جاده‌ای که خیلی خطرناک باشه، یعنی هر کسی جرئت نمی‌کنه از اون جاده بره، کسی از اونجا رد شد برفا گومل میگه، درست؟ حتی اگه 72 دقیقه نشده، درست شد؟ خب اینم این موضوع. خب زمانی که برفا گومل میگیم باید حتما به صورت ایستاده بگیم. چرا ایستاده باید برفا گومل بگیم؟ به خاطر اینکه قربان گفتیم به یاد بوده قربان توداست دیگه، قربانی که تقدیم می‌شده ایستاده تقدیم می‌کردن، بنابراین برافا گومل هم باید ایستاده باشه. یه مورد دیگه، هلل خونده شده، هلل خونده شده برافا گومل، بنابراین ما وقتی هللا می‌خوایم بخونیم ایستیم و می‌خونیم، بنابراین پس برای برافا گومل هم باید ایستاده باشیم. بفهم. من یه سوال داشتم جدا از بله. چرا متن لحظه چی؟ بله بفهم. اینا همه از من پرسید. جواب دارم تو واتساپ بپرسید براتون میفرستم. چرا متن تفیله های شبات با هم دیگه تفاوت دارم؟ بله آن براشون بفرستید. بله اوکی. خب بریم ادامه. چهار حالا نزدم بعد ببندید. خب بریم ادامه. خب میخواد الان بریم پاراشاه هفته، نیم ساعت هم پاراشاه هفته تا شش و ربع دیگه چی؟ یک ساعت کلاس دیگه برخوا میکنیم زودتر. اوکی زودتر برخوا. بله آن تایم بری دارید. خب بله یه پند برید شما زودتر، همونقع میدونستید برید. اوکی بله 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 یه پنج دقیقه دیگه برید. اوکی پنج دقیقه تو راید دیگه، پنج دقیقه دیگه جان. خب چلو میخواید اصلا کلاس 45 دقیقه باشه به جای یک ساعت؟ آخه طوری نیست، حالا 45 دقیقه کلاس رو بیاید، طوری نیست بیاید کلاس رو حتما آمده. حضوری حضوری اصفهانی ها حضوری بیان. اوکی خب بریم ادامه. یه 10 دقیقه دیگه، یه 10 دقیقه یه رو دیگه ادامه میدیم و بعد درا. خب خب بریم از اول برشید، درسته؟ خب میدونید که تورا با کلمه بت شروع میشه، تورا که با کلمه بت شروع میشه، چرا با الف شروع نمیشه؟ مگه تو حروف الف بت با الف نیست، چرا با بت شروع میشه؟ بفهم. چون که هشام اومد تورا با حرف بت شروع کرد و به جاش در فرمانا با حرف الف شروع کرد. بله خب چرا با بت؟ بله بفهم. بله کلک آباد دقیقا. خدا هر چیزی را که تو دنیا آفرید به صورت زوج آفرید. خب نه تنها این که به صورت زوج آفرید، بلکه حتی چیزای مادی دقیقا با چیزای معنوی بالا با همدیگه برابر شد. مثلا روز اول خدا چی آفرید؟ زمین، آسمون هم آفرید. روز دوم بین طبقات آسمون جدایی افتاد، پس روز سوم فقط خشکی پدیدار شد، فقط زمین شد. روز دوم آسمون بود، روز سوم زمین شد. خب پس خدا همه چی با زوج آفرید. این یه توضیح. یه توضیح دیگه که با بت شروع میشه، بت اول چه کلمه یه؟ براخا، درست؟ میخواد بگه که تورا براخا بر آدم میاره. آلف، آلف دورجون با آوره، آور یعنی نفرین. خب بنابراین با بت شروع میشه که نشون بده که تورا با براخاست، کسی که بخونه براخا میاره براش. یه مورد دیگه این که بت اگه دقت بکنید داره اشاره میکنه که خدا که دنیا رو آفرید دو تا دنیا آفرید، درست؟
نه نه خب اول توراست. نه اونم حالا تو اونم بنسیم براتون میگم چرا. پس برشید پس با بت شروع شده که به ما بگه که خدا دو تا دنیا رو آفرید. خیلی ها سوال میپرسن میگن آقا اون دنیا کجای تورا اشاره شده؟ به صورت رمز اینجا هست. برشید در اول خدا دو تا دنیا آفرید. ولی به صورت نه ولی به صورت خیلی جا به صورت رمز گفته. ولی به صورت واضح تو تورا نگفته اون دنیا را. کسی میتونه بگه چرا؟ چرا به نظرتون خدا نیومده واضح بگه که آقا علام حبایی وجود داره؟ تالا اصلا همش فکر کرده بودید که چرا تو تورا واضح نگفته؟ شما اصلا تو تورا اسمی از علام حبا شنیدید؟ چرا؟ کی میتونه بگه؟ اتفاقا مناسب بود. نه خب اضافه نیست اینه، به این مهمی اضافه نباید باشه. چی؟ خب بازم چرا تو کل تورا اینقدر خدا دستور داد 613 تا فرمان به ما داد، یه بار نباید بگه آقا اون دنیا وجود داره تو تورا؟ چرا؟ چی؟ تو تورا گفته نشده. آه سپرایزشه. خب دیگه بفهم. نه اول جواب منو بدید. خب چرا خدا اول دنیا رو؟ ببینید اینم برای من سوال بود. خب حقیقتا جوابش رو نمیدونستم. از هارام ریحانیان پرسیدم، یه جواب خیلی قشنگی دادن. خب اینا خسید تو سفر خسیده میارن. ببینید از کجا دلیل که اون دنیا وجود داره؟ از اینجا دلیل که آیا شما پولدارترین آدم هم در نظر بگیرید، خوشبختترین آدم هم تو دنیا در نظر بگیرید، آیا کسی تو این دنیا هست که کامل از این دنیا راضی باشه و خوشبختترین باشه؟ نه. هر چه قدم دقیقاً هر چه قدم ثروتمند باشه، هر چه قدم که خوشش باشه، هر چه قدم همه چی بر طبق مرادش باشه، یه مشکلی داره. این خودش بزرگترین موردیه که برای ما اثبات میکنه که این دنیا اصل نیست، یه دنیای دیگه هست. خیلی قشنگ بود. اوکی اینا آرا ویهانیان توضیح دادم. پس حالا برگردیم به بحث خودمون. پس برشید با بت شروع میشه. بت اینجا داره دوتا اشاره میکنه به دوتا دنیا، یکی این دنیا رو خدا آفرید و اون دنیا رو آفرید. و یه مورد دیگه این که بت اگه دقت بکنید بالاش بسته است، پشتش هم بسته است، پایینش هم بسته است، جلو بازه. چرا اینجوریه؟ میخواد به ما بگه که آقا وقتی خدا دنیا رو آفرید، خب تو فقط میتونی از اینجا به بعد سوال بپرسی، از اینجا به بعد میتونی در مورد این که خدا دنیا رو آفریده و چجوری آفریده و اینا بیای بحث بکنی. قبلش چی بوده ممنوعه بپرسی. اینا تو گمارا خگیگا میاره. مثلا ما نمیتونیم بگیم آقا بالا بعد از این دنیا اون بالا چیه، یا مثلا قبل این که خدا دنیا را بیافرینه قبلش چی بوده، خدا مثلا چی جوری به وجود اومده. این سوالا آسوره، این سوالا را حتی فکر کردن بهش اینا چون جواب نداره، هیچ وقت اینا جواب پیدا نمی کنید براش. اینا هر چقدر آدم در موردش فکر بکنه این میتونه به ضرر آدم تموم بشه. بنابراین خب هیچی، همون نباید آدم در مورد اینا فکر بکنه. این مهنا درو ببنده، نباید این سوالا پرسیده بشه. فقط از اینجا به بعد برشید، از اینجا به بعد ما میتونیم سوال بپرسیم، بقیهش تو عالم حبا مشخص میشه. فاین یاد ببینید تو تورا کتبی نیست، اینا همه تو تورا شفاهی گفته، من فقط در مورد تورا کتبی گفتم. تو تورا شفاهی همه اینا بهش اشاره شده به عالم حبا. ولی که اینم بدونید که علام حبا هم هیچکی نمیدونه چیه. تنها چیزی که مثلا خیلی از امتهای دیگه میگن علام حبا نمیدونم حوری بهشتیه و شرابه و فلان و بیسار، ما اینا رو اعتقاد نداریم به هیچ عنوان. چون اگه اینجوری باشه که خب اینقدر شراب و اینا کی میتونه، اون دنیا با این دنیا اصلا فرق داره. خب تنها چیزی که تو زهر در مورد اون دنیا گفته اینه که نشاما از زیو هشخینا، از درخششه، از نشامای آدم از شخینا لذت میبره. بعضی موقع دیدید یه خبر خوب، آدم وقتی اون خبر خوبه رو میفهمه یه حس خوبی داره، اون حسه حس علام حباس. تنها چیزی که تو زهر میگه اینه. درست؟ یعنی اصلا غیر قابل مقایسه با تموم لذات مادیه. درست؟
اون لذتی که پس نشاما نزدیک خدا بشه علام حبا، یعنی این که ما نمیتونیم درکش بکنیم، درست؟ خب بریم ادامه. برشید، برشید میشه در اول. یه توضیح دیگه ای که رو این پاسخ داده میشه، اولا یه شخصی بوده به اسم راف سعد یا گاون. راف سعد یا گاون حدود 900 سال پیش بودن، بیشتر 900 سال پیش، حدود 1200 سال پیش بودن. ایشون روی خود کلمه برشید کل 613 فرمان رو در میارن. مثلا من چند تا حالا حفظ نیستم، چند تا نمونشا تو برشید، خود کلمه برشید کل دستورات تورا به اون اشاره شده. یه توضیح دیگه در مورد برشید، براشی، براشی یعنی وقتی میخوای تورا را بخونی حتما با راشی بخون. راشی اینا را به بهترین نحوه که میاد و برا ما توضیح میده، درست؟ خب یه سوال، چرا تورا، اینا راشی زال میپرسن، چرا تورا میاد با برشید شروع میشه؟ چرا با برشید شروع میشه؟ چرا مثلا با آفرینش دنیا میاد دنیا شروع میشه، با تورا شروع میشه؟ چرا نمیاد با دستورات تورا شروع بشه؟ یا اول یه سوال دیگه بپرسیم، بگیم آقا چرا اینقدر تو تورا داستان زندگی بزرگان ما رو میگه؟ دقت کردی؟ تورا اصلا براتون سوال پیش اومده که چرا اینقدر خدا اومده داستان یوسف رو گفته، بعد ابراهام آوینو، بعد آدم هاریشون، اینا رو اومده گفته. چرا؟ به خاطر اینکه درس بگیریم. دقیقاً ما یه اصلی داریم، یه لحظه، ما یه اصلی داریم، درخ ارس قادما نتورا، یعنی ادب و تربیت مقدمه به تموم دستورات تورا. بنابراین تو تورا اومده به ما بگه، این داستانا رو برای ما اومده بگه که اول اخلاق، بعد دستورات تورا. به خاطر همینه که اول ما دقت، اگه دقت بکنیم، میاد داستان تورا، هی داستان بزرگان ما رو میگه و آفرینش دنیا رو اول میگه که به ما بگه که این خداست که دنیا رو آفریده، زمینش رو به هر کی خواست میده و هر کی خواست نمیده، که یکی نیاد ادعا بکنه که آقا این زمین مال ما بوده، خدا آفریده، خدا به هر کی که خواست میاد و اون زمینی که آفریده به این شکل میده، درست؟ برا خواست چند دقیقه دیگه. بله بله، برید شما، اونا که برن برید. بله بله، بفهم. فقط مهلا من اسما رو بنویسم، یه لحظه اجازه بدید.